با سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمتتون هستم با جلسه دیگر از آموزش جاوا اسکریپت. این جلسه میریم سراغ آرایه ها. ببینید، آرایه ها تقریبا همون متغیرها هستن، فقط با این تفاوت که چندین و چند مقدار میتونه در اونا ذخیره بشه. یه مثال ساده، من اگه بخوام روزهای هفته رو داشته باشم به صورت متغیر، مجبورم برای هر کدومشون یه متغیر بسازم. مثلا میگم وار دی 1 برابر است با مثلا شنبه. خب بعد مثلا می‌نویسم وار دی 2 برابر است با یک شنبه. راه دیگه‌اش اینه که خب حالا من اینو بخوام اینجوری بسازم، هفت تا باید بسازم. ما هفت تا متغیر اینجوری ساختن، خب این زیاد درست نیست. یا لحظاتی پیش میاد ما یک لیستی داریم که 100 تا عضو داره، نمیتونیم 100 تا متغیر بسازیم. میایم چیکار میکنیم؟ از آرایه ها استفاده میکنیم. آرایه ها میاد مجموعی از متغیرها رو یه اسم بهشون میده. ساختن آرایه خیلی آسونه، فقط کافیه ما همون کلمه وار رو مینویسیم. مثلا مینویسیم ویک دیز دیز برابر است با، خب علامت کروش باز و بسته رو میذاریم. الان من یک آرایه دارم، میتونم در اون چیزایی رو که میخوام ذخیره کنم. حالا مینویسم دی، خانه اول این آرایه برابر باشه با شنبه. خب خانه دوم، اندیس ها از صفر شروع میشن نه از یک. تو جاوا اسکریپت اند شماره ها از صفر شروع میشن، مال آرایه ها. میام مینویسیم یک شنبه. این برنامه مترجم من بندازمش بیرون، هی ظاهر میشه. خب همونطوری که میبینید من یه آرایه ساختم، دو تا عضو داره. میتونم خب حالا اعضای بعدی رو هم مینویسم، دی روز سوم میشه دوشنبه. حالا اگه بخوام از مقدار یک متغیر استفاده کنم چیکار میکنم؟ خیلی راحت، ما اینجا مثلا یک کنسول مینویسیم، کنسول. خب کنسول رو مینویسم لایک، برای که بتونیم به با قول معروف خونه یک از آرایه دسترسی داشته باشیم. نام متغیرش رو مینویسیم و بعد ببخشید شماره رو مینویسیم یک. الان من روز دوم هفته رو میتونم اینجا نشون بدم. همونطوری گفتیم اندیس های یک آرایه از صفر شروع میشن. خب پس میشه الان برای من مینویسه یک شنبه در خروجی. من ذخیره میکنم در ابتدا، اینها رو هم ببندیم اضافاً. شده اینو بزرگشونم، باشه. اینجا دیز هست، متغیرها رو اینجا چون دیز نوشتم اونجا نوشتم دیز اشتباه نوشتم، رو درستش میکنیم. F5 میزنیم. خب و یه اسم هم اینجا بدیم، پیغام خطامون از بین بره. خب الان می نوشته یک شنبه برای من. آرایم به این شکل در اومد خیلی راحت. پس ببینید ما میتونیم با یک اسم بدیم یک متغیر داشته باشیم که انواع اقسام مقادیر رو تو خودش ذخیره میکنه. آرایه ها تو جاوا اسکریپت لازم نیست همشون یه من یه نمره، همشون مثلا متنی باشن یا همشون عددی باشن. میتونیم چیزهای مختلف رو توش ذخیره بکنیم. به عنوان مثال من یک چیزی میسازم var person برابر است با یک آرایه میسازم به این شکل. خب حالا در پایین پرسن میتونه حتی چی هم باشه، نوشته هم باشه، اندیسشون نیم برابر است با مهدی. ببینید به جای عدد از اندیس استفاده کردم. خب پرسن فامیلی برابر است با عباسی. حالا پرسن ایج برابر است با 29. خب سن و سال خودم هم نوشتم. ببینید بس من الان یک آرایه دارم که سه عضو داره، یک عضوش اندیسش نیم هست، یک عضوش اندیسش فامیلی و یک عضوش اندیسش ایج هست، که اینجا هم قشنگ برای من احسان مقادیرشون هم نوشته شده. حالا اینجا خیلی راحت بخوام مثلا سنم رو نشون بدم، در خروجی میگم سن شما برابر است با مثل همون حالت قبلی یک به اضافه میذاریم. نام متغیر رو مینویسیم و این بار اندیسش رو مینویسیم age. و همونطور که میبینید الان در خروجی سن شما برابر است با 29 نوشته شد. خب تا
50 کور. خب ما آرای راه حل های دیگه هم برای ساختن هم داره. یک راه حل دیگه اش اینه که ما به جای اینکه دو تا براکت بنویسیم نیو آرای، فقط اون آرای رو با ای بزرگ می نویسیم. خب یا حتی خود آرای رو هم میتونید بنویسید به این شکل، نیو هم لازم نداره، ولی عموما من نیو رو خودم میذارم به صورت آبجکت. اینجا به این صورت معرفی میشه، حالا جلوتر برخورد میکنیم با آبجکت ها منظورمون رو میگیم اونجا دقیقا چیه منظور از آبجکت. خب ببینید الان من یک آرایه ساختم، سه تا عضو داره، خیلی راحت. خب همونطور که دیدید آرایه ها لاحلت های دیگه هم میشه بهشون مقدار داد، اینا رو تو جلسات بعد ما با هم کار میکنیم. پس ما تا اینجا کار یاد گرفتیم آرایه یک نوع متغیره، چند متغیرن که یه اسم دارن و ما اونا رو با اندیس هاشون از هم جدا میکنیم، خیلی راحت. دیگه لازم نیست چندین و چند متغیر بسازیم که مقادیر مختلف. اگه لازمه یک جایی ما به قول معروف 100 تا عدد و ذخیره بکنیم، لازم نیست 100 تا متغیر بسازیم. یک متغیر میسازیم و اندیس های مختلف میدیم و تو هر اندیس یک عدد رو ذخیره میکنیم. خب حالا مثلا یک مثال دیگه از همین آرایه ها ما میزنیم، همون دیز رو میاریم دیز. خب اینجا میخوایم ببینیم روز اول هفته کدوم روز هست. اینجا مثلا می نویسیم دیز صفر، ببخشید صفر برابر است با شنبه. اینجا من فارسی می نویسم. خب حالا من چند بار این رو تکرارش می کنم و فقط تغییرش رو می دم، روز یکم، اندیس دوم، اندیس سوم، اندیس چهارم، پنجم و این هم آخری، ششم. خب شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، روز پنجم، بخشید روز پنجم، چهار شنبه، روز ششم، پنج شنبه و روز آخر هم جمعه. حالا میتونم داخل یک حلقه فور اینا رو نشون بدم به چه شکل. یکی از خصوصیات آرایه ها اینه که ما طولش از کجا بفهمیم آرایه چند تا عضو داره. خیلی راحت اینجا ببینید console.log، هر آرایه یک خصوصیتی داره به اسم لن، یعنی طول. اینجا می نویسیم دیز نقطه لن. خب این باعث میشه که طول این آرایه در خروجی برای من چاپ بشه، طولش رو برام می نویسه. ببینید هفت عضو داره. پس ما میتونیم با نقطه، ببینید آرایه های اشیا هم از قبل همونطوری که قبلا گفتم یه بسته است که درونش پره متد یا اصطلاحا همون تابه ها یا داده ها هستن. یک متد دیگه هم میگم که داره، حالا ما این اول تو آرایه‌مون رو با بهتون بگم چجوری تو حلقه فور استفاده میشه. میخوایم مقادیر آرایه رو تو خروجی بنویسیم، می‌نویسیم فور آی برابر است با صفر. اینجا وار آی برابر است با صفر، حلقه فور رو که قبلا یاد گرفتیم، آی تا زمانی که کوچکتر از طول این آرایه است، دیز نقطه لن تا زمانی که از طول این آرایه کوچکتره و آی پلاس پلاس هی اضافه بشه. خب حالا اینجا میخوام مقادیر آرایه رو تو خروجی بنویسم، کنسول دات لاگ دیز رو مینویسم. حالا به جای عدد اینو میذارم، چون هر دفعه آی یه دونه بهش اضافه میشه دیگه، پس خود آی رو میذارم. دور اول که میچرخه اینجا صفر میشه، مینویسه شنبه، دور دوم مینویسه یک شنبه، دور سوم مینویسه دو شنبه، همینجوری تا انتها پیش میره. ببینید شنبه، یک شنبه، دو شنبه تا انتها راحت برای من پیش رفت. پس همونطور که دیدید اندیس آرایه ها از صفر شروع میشه، میتونه متن هم باشه. ما این حالا تو با قول معروف تو طول اینجا یاد گرفتیم که با لن میتونیم طول یک آرایه رو به دست بیاریم، چجوری تو حلقه فور ازش استفاده کنیم. به این شکل میتونیم تو حلقه فور ازش استفاده کنیم و استفاده لازم رو ببریم. خب حالا یه جور حالت دیگه مینویسیمش. اینجا مینویسیم روز، یک متغیر میسازیم، لازم نیست حالا همون اصلا همون کنسول استفاده میکنه، می نویسیم روز به اضافه آی
اینجا متن رو اینجا می‌نویسیم var text، یک متغیر ما اون بالا می‌سازم همونجا می‌نویسیمش، می‌نویسیم روز برابر است با آی به علاوه یک، ببخشید آی فارسی، آی به علاوه یک به علاوه هفته به علاوه، اینو فقط میتونیم بذاریم توی پرانتز اینجا، این روز اول. حالا میخوام بنویسیم روز اول هفته چه روزی است، میخوام روزهای هفته رو چاپ کنیم، به این شکل بنویسیمش هفته، بعد اینجا مینویسیم دیز با متغیر چی، با شمارنده آی به اضافه است. خب روز اول هفته مثلا شنبه است، روز دوم هفته سه شنبه، میخوایم این رو بنویسیم، در انتها تکست رو میذاریم اینجا تکست. خب این متغیر وار تکست رو وارش رو بر میدارم میذارمش اینجا، وار تکست یک متغیر رو از قبل معرفی میکنم اینجا، حالا هی بهش مقدار میدم و در خروجی چاپش میکنم. ببینید روز یک هفته شنبه است، روز دوم دوشنبه هفته، روز دوم هفته یک شنبه است، روز سوم هفته دوشنبه است، همینجوری میره جلو. خب ما اینجا این یک آی به علاوه یک واسه این گذاشتم چون اندیسا از صفر شروع میشه، اگه اینو نظر میشه روز سفرم هفته شاید که تا آخر روز هفته هفته جمعه است. خب ما اینجا یاد گرفتیم آرایه ها رو استفاده بکنیم، امیدوارم که یاد گرفته باشید آرایه. پس یه بار دیگه من سری میگم، آرایه ها رو یا یه نام متغیر می نویسیم و دو تا برکت میذاریم به این شکل، یا از کلمه کلیدی نیو آرای استفاده میکنیم، آرایه ها اندیسشون از صفر شروع باشه. من اینجا نباید چی بذارم، اندیس نباید رشته ای باشه، اندیس عددی باید باشه، من حواسم نبود رشته گذاشتم، میتونه حرف باشه میتونه عدد باشه فرقی نمیکنه، یعنی باید به این شکل باشه. ببخشید من چه گذاشته بودم، رشته گذاشته بودم، عدد باید بذاریم به این شکل، عدد میذاریم و جلو میریم. میتونه حتی موجب که دید من یک پرسن ساختم نوشتم نیم، میتونیم رشته باشه. پس اندیس ها هر چیزی میتونن باشن، فقط اندیس ها از صفر شروع میشن. من اشتباه کوچیک بود یادتون نره، مثلا من رشته نذارید اینجوری نیست، اینجوری که بود نیست، اینجوری صفر، اینجوری صفر 1 2 3 4 5 6 همینجوری میریم جلو. خب امیدوارم که از این جلسه استفاده لازم رو برده باشید، جلسه رو همینجا پایان میرسونم، بعد جلسه آینده دوباره کمی در مورد آرایه ها صحبت میکنیم، در مورد کاربرد بیشتر اونها، در مورد سایر متغیرها مثل آبجکت ها، استرینگ ها، همون رشته ها و اعداد بیشتر عمیقی تر صحبت میکنیم، کم کم وارد مباحث بهتر جاوا اسکریپت میشیم و یاد میگیریم که با جاوا اسکریپت کارهای جالبی انجام بدیم.